بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به دانش آموزای عزیزم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتون هستم. امروز فصل پنجم بسته میشه. امروز مباحثی که خدمتون داریم بحث تخمیر در گیاهان هست و اختلال در عملکرد تنفس یاخته. اما بریم سراغ تخمیر در گیاهان. یه نکته بهتون بگم بچه ها، خود بحث‌های گیاهی که حالا یه سری فصول شاخص داشت، مثلا تو دهم خاطرتون هست فصل 6 و 7، تو 11 هم 8 و 9، یا انشالله مومد خدا فصل بعدی بحث فتوسنتز که بحث درجه کم هست، ولی این تیکا میبینی یه گذری میزنه به گیاه. برای همین مباحثی که بارها بهتون گفتم، مباحث ترکیبی پرتراز هم هست. خیلی از بچه ها تو کشور از تستای گیاهی میپرن، چیزی هم نداره دیگه. دهم رو دیدی حرفه‌ای، الان خودت بلدی، 11 هم بلدی. انشالله مومد فصل بعد مفصل صحبتشو خواهیم کرد. میخوام اینو بهتون بگم دیگه، خودت میدونی مباحث گیاهی مباحث ترکیبی، خیلی از این مباحث ترکیب میشه. من فقط کد بهت میدم چون دیگه تو دهم 11 مفصل با هم صحبت کردیم و اینا، دیگه خودت ترکیبشو براش داشته باش دیگه. آقا تو گیاهان هم ما تخمیر رو میبینیم. گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد میکنن، سازوکارهایی برای تامین اکسیژن مورد نیاز دارن. تشکیل بافت نرم آکنه‌ای هوادار، بافت پارانشیم هوادار، یادتونه دهم با هم صحبت میکردیم، بین سلولاش فاصله بود که این فاصله پر از هوا بود، یادتونه با هم صحبت میکردیم. تشکیل بافت نرم آکنه هوادار در گیاهان آبزی و ششریشه در درخت حرارا، این هم داشتیم تو دهم با هم صحبت کردیم. به هر حال اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، تخمیر انجام میشود. اینو توضیح بدم به هر علتی. آقا مگه مریضی که مثلا یه مدل بهت بگم میگم ترکیبی بزنی برات ترکیب یادته تو 11 ها چی بهت گفتم؟ گفتم بچه پوسته دانه، این پوسته سخت دانه ممانعت میکنه از اینکه اکسیژن به رویان برسه. مریض آقا نه، به نفع خودشه، چون به ضررش تموم میشه در شرایط نامساعد داغونی ها رشد کنه. برای همین اینجا ولی سوال نمیشد برای تو گوشه ذهنیت آقا رویان که بنده خدا زنده است، خب این که جلوشو میگیره این بچه چی؟ این تامین انرژی نمیخواد، تخمیر. ببین دیگه الان یاد گرفتی، اینجا رویان سویچ میکنه رو تخمیر. برای همین میگه به هر علتی دیگه این عوامل میتونه دخیل باشه. برای همین نکته به نکته میتونی ترکیب داشته باشی برای خودت. شرایط غرقاوی، یادتونه غرقاوی بهتون گفته بودم تو بحث تنظیم کننده های رشد، یه کده، الان کدو دادم، برو ببین اونجا کی بود تنظیم کننده ای که داشتیم. به هر حال اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، به مقدار کافی نباشه، تخمیر انجام میشه. پس ما تخمیر رو در گیاهان هم داریم. بله، هر دو نوع تخمیر الکلی و لاکتیکی در گیاهان وجود داره. توجه داشته باشید که تجمع الکل یا لاکتیک اسید در یاخته گیاه به مرگ میانجام، یعنی براش خوب نیست. یعنی بچه این لاکتیکی که در نهایت تولید میکنه و بعدم به لاکتیک اسید تبدیل میشه، یا همون الکلی که در تخمیر الکلی پس میندازی، تجمعش به ضرر گیاهه که هیچ، باعث مرگش میشه. آقا از اون ور من شرایطی هم به هر علتی باید سویچ بکنم برای تامین انرژی، باید سویچ بکنم به تخمیر، از این ورم که براش چیکار کنه. اینا باید اینایی که پس میندازی براش بدم هست از یاخته دور بشه. چه جوری؟ مثلا توسط آوندهاش دور بکنش. خیلی نرم داریم میریم جلو. سلامت بدن پادوکسنده ها یا همون آنتی اکسیدان ها، ترکیب با دهم پادوکسنده های آنتی اکسیدان رو کجا میدیدی؟ دهم یادتونه با هم صحبت میکردیم، رنگ های در کوریچه و کرموپلاست، کرموپلاست یا یعنی رنگ دیسه فارسیش کرده بودن، یادتونه گفتیم این خواص آنتی اکسیدانی داره. چی داستانش آقا اینجا؟ بیا در درس شیمی آموختید رادیکال های آزاد به علت داشتن الکترون های جفت نشده، زیر این خط بکش، الکترون های جفت نشده در ساختار خود واکنش پذیر بالایی دارن و می توانن در واکنش با مولکول های تشکیل دهنده بافت های بدن با آنها آسیب برسانند. آقا یعنی چی؟ داستان این رادیکال آزاد چیه؟ این ببینید بچه ها، خیلی با حالا شیمی تو ماشاءالله زایکا خودتون قوی، اینا بتونم بگم ها، حالا چون واقعا برام عزیزم هستی اینو بهتون بگم، زیستو که عالی داری میخونی، حواست به شیمیت به شیمیت هم باشه ها، بعد زیست شیمی اولویته، دروس اختصاصی ان شاء الله به امید خدا روز کنکور میخوای، زیستو حسابی برای خودت بسی، شیمیت هم قوی، ریاضی فیزیکت هم که دیگه قوی، عمومیات هم که درجه یک. حالا اینو میخواستم بهتون بگم، تو شیمی که خودتون بلدی، ولی من یه پاکتی طور بهتون میگم، داستان
این رادیکال آزاد که میگه یعنی چی اینا. ببینید بچه ها، اتم ها یون ها این الکترونشون صرف جفت شده باشن. آقا خودمونیش بهت بگم آقا جفتی دیگه، جفت سینگل بند خدا الکترونه. انشالله با مدد خدا خودتونم بعدن الهی برای این زمون بسته خدای همه مجردا رو تسهیل در ازدواجشون بفرما. تایر بگو الهی آمین. نه اینکه بره ترکیه و اینا فایده نداره، اینو بهش دارم میگم، این راهکار نیست. ولی حالا در مجموع اینو میخوام بهتون بگم، فردا فروختمت، فردا داره با پرواز فرست کلاس میره ترکیه. البته برای چیزی میره ها، نه حالا شوخی باش کردم، داره میره برادرشو ببینه، برادرش اونجاست با ماه دیگه، حیثیت تو بردم. ولی اشکال نداره، نه یعنی میخواستم بگم که اینجا بچه حالا همه درجه یکن، ولی حالا اینو میخوام بهتون بگم. آره این بند خدا برای همه تکی یا الکترون های تکی این اینور اونور دنبال یه الکترون اینور اونور سلولی مثلا بره سراغ مولکولاش و فلان اینشون الکترون رو بکنه، زور چپون دیگه، به زور الکترونش رو بکنه که خودش از این تنهایی در بیاره. برای همین رادیکال های آزاد خطرناکن، یعنی به خاطر این ویژگی عقده‌ای بودنش. حالا برای همین میگیم واکنش پذیری بالایی دارن، دنبال یکی که واکنش رو بره دنبالش. امکان تشکیل رادیکال آزاد آقا خیلی خطرناکه دیگه. خب حالا اینجاش به درس ما مربوط، امکان تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس هوازی وجود داره. ای آقا تو تنفس اول زیر این خط تنفس هوازی، ما بچه تو تنفس هوازی امکان این هست که رادیکال آزاد از اکسیژن پس بندازی. چجوری آقا؟ چگونه؟ دیدیم که اکسیژن با قشنگ داری گوش میکنی یا نه؟ حواست با منه؟ دیدیم که اکسیژن با پذیرش الکترون در پایان زنجیره انتقال، چون پذیرنده نهاییمون بود دیگه، به یون اکسید او دوباره منفی تبدیل میشد. خب یون اکسید هم با یون های هاش مثبت ترکیب میشد و در نتیجه مولکول آب پس میداد. این حالت طبیعی ما بود. اما گاه زیر گاه خط بچه، یعنی نه اینکه همواره همیشه ها، گاه پیش میآید که درصدی زیر درصدی خط بالاش، یعنی بعضی برخی قیدش اینجوری میشه، درصدی از اکسیژن ها نمیره وارد اون واکنش برای تشکیل آب بشه که برای هاش مثبت با هم مولکول، وارد اون واکنش نمیشه، درصدیشون اونم گاه ها نه همیشه، بلکه به صورت رادیکال آزاد در میاد، میره دنباله که این کمبود الکترون خوش رو جبران کنه. رادیکال آزاد از عوامل ایجاد سرطانه، راکیزه ها برای آقا. خب این که این امکانشون هست دیگه، امکانش از اینجوری پس بندازن، خدا کسی اون نذاشته اینجا باشون مقابله بکنه که این یهو اینجوری زد نزنه باعث سرطان نمیشه. چرا؟ راکیزه ها برای مقابله با اثر سمی رادیکال های آزاد به ترکیبات پادوکسنده آنتی اکسیدان، این همه میشنه که مواد آنتی اکسیدانی ضد سرطانن، به خاطر اینه. میدونین چی کار میکنن بچه ها؟ بهتون بگم، من این آنتی اکسیدان خوبیشون اینن، رادیکال آزاد که دیوونه میونه داره میچرخه کمبود الکترون، میگه دومله الکترون بیا بهش میده، الکترون رو براش تعمیر میکنه، دهنش رو میبنده، بشیم اونور اذیت نکن، شیطونی نکن. بارها شنیدید که خوردن میوه ها و سبزیجات در حفظ سلامت بدن نقش دارند. این مواد غذایی دارای پادوکسنده های مانند کاروتنوئید ها هستند. پادوکسنده ها یا هم آنتی اکسیدان ها در واکنش با رادیکال آزاد مانع از اثر تخریبی آنها میشن. چه جوری مانع؟ از گفتم دیگه، دهنش میبنده، میگه کمبود الکترون تو بگیر، برای مانع میشه، مانع از اثر تخریب آنها بر مولکول های زیستی و در نتیجه تخریب بافت ها، جلوشو میگیره دیگه. بیاین پایین، تجمع رادیکال های آزاد. آیا مبارزه با رادیکال های آزاد در راکیزا همیشه با آقا یعنی هم دیگه هیچ وقت مولا درزش نمیره، همیشه با موفقیت همراهه؟ اگه به هر علت سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از سرعت مبارزه اونها بیشتر باشه، چه اتفاقی پیش بینی میکنید؟ یعنی دیگه زوره نمیچربه، انقدر که رادیکال آزاد پس انداخته دیگه زورش نمیرسه. مشخص است که در چنین شرایطی خب رادیکال آزاد در راکیزه تجمع میکنن و اونو تخریب میکنن. چه جوری تخریب میکنن؟ میرن سراغ دی ان ای حلقویش، تو راکیزه میرن سراغ دی ان ای حلقویش، میزن اونو تخریب میکنن، درش یاخته هم تخریب میشه. رادیکال های آزاد برای جبران کمبود این عقدهشون دیگه، کمبود الکترونی خود، به مولکول های سازنده یاخته و اجزا آن حمله میکنن، حمله برای اینکه بکن الکترون کمبود خودش رو برطرف کنن و باعث تخریب اونها میشه. عوامل فراوانی میتوانن راکیزه را در مبارزه با رادیکال آزاد با مشکل روبرو کنن. بیاد تازه بره یعنی عواملی هستن بچه ها، نمیاد تو تیم میتوکندریه که کمک به این بکنه، نه، تا
طرفدار اون یکی ای آقا عوام، پس یعنی به ضرر ما آره دیگه، میخواد به ضرر ما عمل کنه. میخوام دو مدلش هم اینجوری با هم بررسی بکنم. مثلا الکل و انواعی از نقص های ژنی در عملکرد راکیزه در خنثی‌سازی رادیکال های آزاد مشکل ایجاد می‌کنه. آقا اثر الکل بله. بیایم پایین. اینم بچه اینجا سلاح شیمیایی دولت بعث عراق، منظور صدامه خدا لعنتش کنه، در جنگ 8 ساله علیه ایران بمب‌های شیمیایی داره هیدروژن سیانید به کار می‌برد. هیدروژن سیانید با توقف زنجیره انتقال الکترون، شاید سوال می‌شد آقا این بمب شیمیایی فلان داستانش چی بود؟ هیدروژن سیانید، اون بمب شیمیایی داره هیدروژن سیانید باشه، این اثر رو داشت که اون هیدروژن سیانید با توقف زنجیره انتقال الکترون در راکیزه سبب مرگ افراد با حالتی شبیه خفگی میشد، دور کردن افراد از محل حادثه، استفاده از ماکس اکسیژن و تنفس مسئول از اقدامات موثر در نجات جان. این افتاد بیشتر ندارم تو کنکورتون نمیاد، ولی حالا یه نکته اینجا بگم بعد حالا بحثم، این عواملی که به ضرر ما کار میکنن و به نفع رادیکال آزاد، میخوایم این دو مدل بریم سراغش. قبل از این بچه یه نکته دارم تو این بگم، چون اینو دیدم، اینو بچه انصافم میگم، قلبم میگم برای خودتون، یادتون باشه تا آخر عمر روی لوپ نجات پرستی خریت سوار نشید. این این واژه قشنگ یادت بیم، این جمله منو یادت باشه، یه لوپ باطله، قشنگی مثل یه چرخه میمونه، از این نمیای بیرون اگه بیفتی تو این، چون اولش ما این شروع میشه، ما ایرانی ها، ما عالیم، بعد چون هی ریستر میشه دیگه، بعد کجای ایران، مثلا میگه ما ترکا، ما لورا، بعد کدوم ترک، این همه استان ترک داریم، این استان، بعد کدوم استان، این شهر، دیدی من بعضی وقتا تو بعضی از این استان ها میگه آقا این شهر با اون شهر تو یه استانه، یا آقا ما مشکل داریم فلان داریم، ما اینجوری، نه اونا خوب نیستن ما خوبیم. لوپ دور از جون خریت، یادتون باشه بچه، ملاک این حرفا نیست، هر کی میخواد هر نژادی میخواد بشه، ملاک انسان بودن است، آدم، عرب، عجم، نمیدونم ایرانی، ترک، فارس، لور، هیچ اینا هیچ کدومش بچه، ببین یادتون باشه بچه، به چیزهایی که خودت در داشتنش نقشی نداشتی افتخار نکن، تو سر اینو اون نذار، تو خودت خواستی ایرانی باشی، حالا که ایرانی شدی کشور تو دوست داشته باش، محل زندگی تو لذتش هم ببر، ولی اینکه ما بهتریم شماها، مثلا اینمونه که اومدی رشته تجربی، من حرفم اینه، میگم اومدی رشته تجربی، رشته تجربی دوست داشته باش، با لذت زیست بخون، با لذت درس بخون، ولی مباهات نداره بگی ما تجربی ها خوبیم، ریاضی ها دیوونن، انسانی ها دیوونن، این چقدر این بچگانه است، این حرف به همون اندازه اینم هم بچگانه است، ما اینا خوبیم اونا بدن فلانه. این حالا اینو بزنم، اینو گفتم اینو بهتون بگم، من خودم که دوستای صمیمیم افغانستانیه، چند وقت پیش برای عزاداری ها دعوت که گوغا هیئت ما میای، هیئت کلا همه افغانستانی بودن، عمره با افتخار رفتم، خیلی هم کلا هیئت به زبون محلی میخونن اینو، کلا خیلی خوشم میاد، رسم و رسوماتش روز رفتیم قشن کنارشون بودیم و شام هم دادن، جای تاریخی شام هم دادن، شامشون هم محلی بود، اگه اشتباه نکنم شام بلومی بود، همچین چیزی، خیلی هم خوشمزه بود، قشن نشستیم و خوردیم و ببین اصلا اهمیت، یعنی اینی که دارم بهت میگم میخوام بگم خودم عمل میکنم، اصلا برام اهمیتی نداره که چه فرقی میکنن، بابا ملاک برتر بودن آدم خوب بودن است، انسان بودن است، چه کشوری چه شهری اینا اصلا برات مهم نباشه، اینو برای میگم شما ان شاء الله به امید خدا وارد شدی درمان شدی، یادت باشه دو تا مریض دارن خدای نکرده مثلا دنیا میرن، اولویت من به یکیشون میدونم رسیدگی کنم، اولویتت این نباشه، این چون همشهری منه مثلا، مثلا این ایرانی اون غیری برام سرون، این اولویت اصلا نه تو ذهن آقا بچه، اولویت اولویت اونی که نیاز بیشتری به من داره، کمک من اون، این حالا شاید بتونه زنده بمونه دووم بیاره، این بیشتر به کمک من نیاز داره، ولی میخواد هر نژادی باشه، ولی میخواد هر شهری باشه، اصلا اینو بچه واقعا شماهایی که تحصیل کرده اید، شما که اینقدر فهمی، حالا شما درجه یکید، من کلی میگم، از این چیزا بریزید بیرون، این تفکر تو ذهنتون نباشه. حالا بریم تو بحث خودمون، آقا پس این عوامل میتونن به ضرر ما نفع رادیکال، کیا؟ اثر الکل، مطالعات نشان داده که الکل سرعت تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن افزایش میدهد و مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهش اونها میشه، یعنی بچه بار کنکور یادت باشه الکل با دو تا کارش به ضرر ماست، دو تا کار، یک و دو بهت میگم بزن، یک اینجا بزن، یک نکن، یک دورش دایره، یک بنویس دورش دایره بکش، یک الکل سرعت تشکیل رادیکال های آزاد را از اکسیژن افزایش میده، از اکسیژن افزایش، این عامل اول، دوم کاری که میکنه دوشو اینجا بنویس، دو
مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهش اونها میشه. جلوشو میگیره که کاهشش نده، از اون برم کمک میکنه که از اکسیژن رادیکال آزاد افزایش پیدا کنه. پس یک عملکرد افزایشی و یک عملکرد کاهشی. کاهش میده چیو؟ که عملکرد رازی این راکیزه رو برای ممانعته، و افزایش میده چیو؟ سرعت تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن. رادیکال آزاد با حمله به دی ان ای راکیزه، دی ان ای حلقوی است خودتون میدونید، سبب تخریب راکیزه و در نتیجه مرگ یاخت‌های کبدی و بافت مرده یا نکروز. بافت مرده بچه‌ها یادتونه مرگ تصادفی پارسال 11 میخوندید کبد میشود، به همین علت اختلال در کار کبد و از کار افتادن آن از شایع‌ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی است. نقص ژنگاه، نقص در ژن‌های مربوط به پروتئین‌های زنجیره انتقال الکترون به ساخته شدن پروتئین‌های معیوب می‌انجامد. اینو تو برام تحلیل کن، خودت مشاله حرفه‌ای هستی، تو برام تحلیل. این چه نقصیه تو ژن که در نتیجه منجر میشه که پروتئینی که می‌خواستم تو زنجیره انتقال الکترون بشینه دیگه اون پروتئین حالت طبیعیش نیست، یه پروتئین معیوبه. این چه نقص؟ جهش. آفرین، این نقص زیرش خط بکش بالاش بده، جهش بوده. راکیزه‌ای که این پروتئین‌های معیوب داشته باشه در مورد میگن آقا یه مدلم اینجوریه دیگه، این نقص ژنی میتونه عاملی باشه که ناکن اذیت میکنه دیگه این پروتئینی که چون حالا طبیعیه نیست، استاندارد خوبه نیست، یکم میتونه اونجوری اثر الکلی باشه. توقف انتقال الکترون. اما در تو این صحبت کنیم، مواد سمی بچه‌ها، مواد سمی فراوانی وجود دارن که با مهار یک یا تعدادی، این هم بچه‌ها مهمه، یک یا تعدادی مستطیل دورش بکشه. مواد سمی وجود دارن که با مهار یک یا تعدادی از واکنش‌های تنفس هوازی زیر نم خط سبب توقف تنفس و یاختگی و مرگ می‌شوند. این الان یه سوال قشنگ بچه‌ها اینه. آقا خب سری موادی هستن مهار می‌کنن که حالا یک یا تعدادی گفتن دیگه، یک یا تعدادی از واکنش‌های تنفس هوازیمون رو خب اینو متوقعه چرا یاخته می‌میره؟ سوئیچ کنه رو تخمیر، سوئیچ کنه رو اونو جلوش گرفت سوئیچ. اما سویچ کنه چیه؟ بهتون بارها تاکید کردم گفتم بچه‌ها یادتون بیاد اونا توانایی تخمیر که هر سلولی الزاما نداره که سویچ کنه. سیانید یکی از اوناست. سیانید یکی از این سیانید کجا دیده بودی؟ یادت پارسال گفتم باعث اختلال، یادت گفتم باعث اختلال در عملکرد میتوکندری میشه. الان اینجا میبینی که چرا باعث اختلال در عملکرد میکنه دیگه، تو تنفس یافته حرفه‌ای هست اینجا یادش گرفت. سیانید یکی از این ترکیب هاست که بچه واق آقا کدوم الان میخوام ریستر شیم. اونجا کلی گفتیم گفتیم اختلال در عملکرد میتوکندری یادتونه، الان میخوام ریستر شیم سیانید چیکار؟ خب من الان تنفس یاختگی دیگه مرحله به تمام نکاتشو بلدیم، کجا رو بریم میگه دست میذاره که باعث مختل شده نمیشه؟ اینجا رو دست میذاره. سیانید یکی از این ترکیب هاست که واکنش نهاییمون بود مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن، اونو میره جلوشو میگیره. یعنی ببین پذیرنده است، او دوه اون است، این ممانعت میکنه که این انتقال رخ بده و در نتیجه باعث توقف زنجیره انتقال الکترون میشه دیگه، زنجیره انتقال متوقف میشه و دوباره ببین یعنی تای کارو گرفت، عین اون که اودوئه نه اینجا الان اودوئه هست این جلوشو گرفته، برای همین گند میزنه به تنفس هوازی و چون گند میزنه برای همین پارسال میگفتیم کشنده است. چون بازم تاکید دارم میکنم تو میگی آقا تنفس هوازی خب سوئیچ کنه رو تخمین، چون بچا هر یاخت تو وقتی تنفس هوازی بگیره لازم نیست که یاخت سوئیچ کنه، باید اون تواناییشو داره یا نداره، نداشته باشه مرگ، نداشته باشه میشه مرگ یاخت. از زیست شناسی سال دهم نیز به یاد دارید که گاز کربن مونوکسید زیرش خط CO2 نداره ها، CO مونوکسید یه دونه داره CO. از زیست شناسی سال دهم به این دهم به یاد دارید که گاز کربن مونوکسید با اتصال به هموگلوبین مانع از اتصال اکسیژن به آن می شود. یادتونه بچه‌ها اینا با هم صحبت کرده بودیم، گفتم میره متصل میشه به هم رایتی هم جدا نمیشه، کنس. بعد خب اینجا دیگه اینو ترکیب کن چی میشد؟ در چه اختلال در این میشد که اون اکسیژن رسانی و هموگلوبین واسه اکسیژن رسانی بکنه، کمبود اکسیژن ای خود تو آها پذیرنده نهایی دوره داره میگه دوره میبینی اه پس آقا این سوه یه دستی هم بر آتش داره، پس میتونیم بگیم در نهایت کار اختلال در تنفس یاخته ما از اون حوازیمون میکنه دیگه، چون اختلال کمبود میکنه این اودو ما رو دیگه. و یه کار دیگه اینو که دهم هم بلد بودی که چون اختلال ایجاد میکنه در این انتقال اودو و واسه کمبود اکسیژن میشه، یکم اینجا یاد میگیری چی؟ اینم بچه همینه، نه تنها
نه تنها باعث میشه که فرد دچار کمبود اکسیژن بشه، بلکه یه حرکت یه دستی هم بر آتش داره میره اون، اینم همین، اون نهایت کار هست که میخواد این الکترون ها انتقال پیدا کنن به اکسیژن، اینم میره دوزو جلوشو میگیره. این دو سر بده، گفتن دو سر سود، این دو سر جنده، یعنی دو تا کار آشغال برامون میکنه. ظرفیت حمل اکسیژن در خون خب کاهش میده. این آها اینم بگم، اینم بگم برای جفت اینا، هم برای این کربن مونوکسیده هم برای سیانیده. بچه دیدین این باعث میشن که چیشه، این الکترونه منتقل نشه به اکسیژنه. برای همین تو تست میتونی اینجوری بگی، بگی سیانید در نهایت منجر به کاهش یون اکسید. کاملا درسته، راست، چون اینا منتقل میشد یون اکسید تولید میشد دیگه، حالا این جلوشو گرفته، یعنی چه؟ کاهش یون اکسید. برای این هم میتونه بگی این عملکرد مونوکسید کربن در واقع در انجام تنفس یافته اختلال ایجاد میکنه. این کار اولشو داره میگه، برای دیگه چون اکسیژن رو کم میکنه. مونوکسید کربن به شکل دیگری هم بر تنفس یافته اثر میذاره. چجوری؟ این گاز سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن میشه، عاملی که باعث متوقف شدن انتقال الکترون به اکسیژن میشود. سه تا نوع سیانیده. چرا اینجوری حکم میکنی؟ سیانید میتونه باشه، الان دو تا رو بهت معرفی کرد دیگه. دود خارج شده از خودروها و سیگار از منابع دیگر تولید مونوکسید کربن است، که اینا چیز خاصی نداره، اینم که بیشتر بدونید. و برای بحث الکل داره بهتون نشون میده، خیلی داخل پاکت داره بهتون میگه آقا نرید سمت این چیزها، دیگه خودتون فهمید دیگه، هرجوری خودت صلاح میدونی. ان شاءالله که موفق موفق باشی. فصل 5 تموم شد، ان شاءالله جلسه بعدی که بیایم فصل 6 رو با هم مفصل شروع میکنیم. این فصل 5 هم حسابی تست بزن، و فصل خوبی هم هست، حسابی تست بزن که ان شاءالله معتاد تستی از شما روز کنکور راحت تستش بدید. جلسه بعدی برسخت خدمتتون، همتون بخیر. یا علی.